در جلسات قبل عرض کردیم دین همون دین ابراهیمی است بقیه ادیان ادیان نیستند تعبیر نادرست است دین بودا دین هندوها نوعی ریاضتن فقط دین دین ابراهیمی است که از آدم شروع شده ادریس و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و انبیای ما بین اینها که در رسول خدا تمام میشه عرض کردیم اصل همه ادیان ادیان ابراهیمی این بود پیغمبر قبلی نیرو بسازد مؤمن بسازد برای پیغمبر بعدی این اصل را در ظهور پیغمبر اسلام یهود و نصارا عمل نکردند قبل از آنی که به اسلام خیانت کنند به دین موسی و عیسی علیهم السلام خیانت کردند طبق دین موسی طبق دین عیسی علیهم السلام میباید یهود و نصارا به عنوان امت تربیت شده مسلمانان تابع اون دو پیغمبر آماده باشند ملت‌ها را آماده بکنند جهت استقبال از رسول جهانی که پیغمبر اسلام بود و از آل ابراهیم بود از نوادگان عموی بنی اسرائیل بود و این کار را نکردند نه تنها این کار را نکردند آمدن جنگ راه انداختند هنوز هم که 1400 سال گذشته بزرگتر مانع انتشار اسلام همین اهل کتابن همین اسرائیل همین مسیحیان صهیونیستی هستند اینها قبل از آنی که بر ضد پیغمبر اسلام عمل کنند اینها بر ضد پیغمبر خود عمل کردند از این گذشتیم میرسیم به این نکته اسلام چیست ستون فقرات اسلام جهانی چیست پاسخ 548 تا 568 آیه به این شکل 142 بار فریاد کشیده از ماده رحمت استفاده کرده من دین رحمتم واژه رحمت به کار برده 55 بار غیر از بسم الله فقط رحمانیت خودش را معرفی کرده 142 بار رحیم و امثال رحیم را به کار برده اسلام رحیم است خداوند رحیم است مؤمن رحیم است یعنی مهربان است 228 بار در قالب بسم الله الله تبارک و تعالی خودش را به عنوان رحمان رحیم دو صفت اصلی خود معرفی کرده و در آغاز قرآن الحمد لله رب العالمین ابتدا بسم اللهش واجب گفته بشه دوباره رحمان و رحیمه سپس الحمد لله رب العالمین باز الرحمن الرحیم معرفی کرده 35 بار در قرآن از ماده اف استفاده کرده چون این آمار دستی جمع شده می تواند یک عدد کم و زیاد هم باشه اما همین حدود ما که جمع کردیم اینه 49 بار خداوند از واژه احسان در قرآن استفاده کرده در قرآن کریم آیه‌ای داریم به نام فاستبقوا الخیرات یعنی اگر رقابت دارید اگر با هم مسابقه دارید چی بهتر این مسابقه در خدمت و خیرات رساندن به بشر باشد اسلام این بود و این هست در سوره متففین و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون می فرماید به جای رقابت های دیگر مانند رقابت تسلیحاتی رقابت در جنگ در قدرت رقابت اگر هست مسابقه اگر دارید مسابقه در کسب نعیم بهشتی باشید مسابقه داشته باشید در کسب رضوان خدا رضای خدا مسابقه اگر دارید مسابقه اولا این است
اول این است در خدمت رسانی به بیچارگان. کدوم دین است بگه فاستبقوا الخیرات، مسابقه بذارید در چی؟ در اینکه چه کسی ببینیم بیشتر در خدمت مردمه. این اسلام ما بود. اگر همه واژه ها را، مثلا واژه نجینا، نجات، انجینا، اینها را شما جمع کنید، نجات دادیم، نجات بدهید، ناجی ملت ها باشید، 64 بار دستور آمده نجات بدهید، نجات بخواهید، ناجی باشید، از خدا بخواهید نجات بده. 91 بار در قرآن از واژه حب استفاده شده، محبت، محبت، محبت. آقایان مسیحیان حق دارن بگن که دین محبت، اما محبتی که در اسلام است از سنخ اون نیست، چون در جنگ جهانی دوم مثلا دو شهر نابود شد، فقط عالم اسلام عزادار شد در هیروشیما و ناکازاکی، دو شهر کلن پودر شد انسانها. اونچه که واقعا عزادار بود مسلمانان واقعی بود، اما جناب پاپ هنوزم با آمریکا رفیق، با غرب رفیق، با شرق رفیق. اسلام گفته با ظالم رفیق نشو، نصیحت کن. اگر امروز مسیح بود سلام الله علیه، اگر امروز موسی کلیم بود سلام الله علیه، اینها می آمدن از محرومین حمایت می کردن، از بیچارگان حمایت کردن می کردن. اسلام آمده طبق نص صریح رسول خدا به بشر یاد بده اگر یک انسانی ولو در نقطه دور زخمی شد، راه بخیه زدن را یاد بگیر، جلو و خون ریزی انسان را بگیر، بماند. رسول خدا خودش را طبیب معرفی کرده، ما آمده ایم جلو و خون ریزی را بگیریم، ما آمده ایم. اسلام آمده است راه بخیه زدن رگهای پاره شده را ببندد. امروز میبینید داعش و النصره و امثال اینها را امریکا و کشورهای منطقه ساختن، مانند سعودی ها و دیگران. اینها راه بریدن سر را آموزش میدن. انبیا آمده اند راه بستن خون بدن انسان را یاد بدهند. کان النبی طبیبا دبارا بطبه، رسول خدا مثل طبیب دورگرد دنبال بستن زخم بشر بود. انسانها حق حیات دارن، اونایی که مخالف ما هم هستن حق حیات دارن. اسلام دشمن احدی نیست، دشمن کسانی است که دشمن بشرن. و اگر ما با ملتی، با دولتی اختلاف داریم، سر اینه، باید محبت پایه باشه. من آمار گفتم وقتی که در قرآن کریم من واژه خیر را که جمع می کردم، 148 بار قرآن گفته دنبال خیر بروید، 91 بار گفته دنبال محبت بروید. حالا آنقدر دشمنی با اسلام زیاد شده، اسم ما را میگذارن مسلمانان انتحاری، مسلمانان نمیدونم انفجار. آقا این اسلام نیست، اینها دشمنان اسلامه. همین رئیس جدید فعلی امریکا وقتی که هنوز دور انتخاباتش بود گفت، آقای رئیس جمهور خود امریکا با عربستان و دیگران آمدن چی درست کردن؟ آمدن داعش ساختن، النصره ساختن. اسلام آمده انسان بسازه، معجزه پیغمبر ما کتاب بود. پس عرضم تمام میشه، این قرآن است که 141 بار گفته رحمتم، از ماده رحمت استفاده کرده، 124 بار از رحیم استفاده کرده. اگر بسم الله ها را اضافه کنیم 228 بار رحیم و رحمان در ضمن بسم الله آمده، از ماده اف 35 بار استفاده کرده، فرموده مسابقه در خیرات داشته باشید. اسلام اینه. آقایان پیروان انبیای سابق
یهود و نصارا طبق دستور موسی و عیسی موظف بودن به عنوان نیروهای آماده به محض ظهور پیغمبر بعدی از پیغمبر بعدی حمایت کنن، نه تنها حمایت کردن نکردن، جنگم راه انداختن. پس اگر دین محبت هست در کره زمین که هست، دین حل دین للحب، امام باقر فرموده مگر دین غیر از محبته؟ حل دین للمحبه، دین غیر از محبته، دین مساویش با محبت. اما عملیاتی کردن این فقط از طریق اهل بیت پیغمبر میسر بود، بقیه جنگ راه انداختن، ترور راه انداختن. این ربطی به قرآن ما ندارد. مهر بشر، کل بشر، کرامت انسانی در دل ما، محبت ما به بشر، کرامت بشر موج میزند. قلب ما دریای محبت است نسبت به همه انسان هایی که حق حیات دارند. ولا حول ولا قوة الا بالله.